مراسم یادبود سناتور فقید جان مکین امروز شنبه در کلیسای جامعه شهر واشنگتن با سخنرانی جورج دبلیو بوش و باراک اوباما رؤسای جمهوری پیشین آمریکا برگزار شد. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام، هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین که مشاور ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین در دوران جنگ ویتنام بود و برخی از اعضای خانواده سناتور مکین نیز در مراسم یادبود او سخنرانی کردند. تابوت سناتور مکین روی نوعی از سکوی چوبی قرار داشت که اولین بار 150 سال قبل برای حمل تابوت آبراهام لینکلن رئیس جمهوری ترور شده آمریکا استفاده شده بود. کاروان حامل تابوت سناتور مکین از ساختمان کنگره به کلیسای جامعه واشنگتن در محل یادمان جنگ ویتنام توقف کرد و سیندی مکین همسر سناتور فقید تاج گلی به یاد کشته شدگان در آن جنگ نثار کرد. وارن بیتی هنرپیشه سرشناس، جو بایدن معاون ریاست جمهوری پیشین، مایکل بلومبرگ شهردار سابق نیویورک و ولادیمیر کارامورزا ناراضی روس از دیگر همکنندگان تابوت سناتور مکین بودند. مراسم یادبود سناتور فقید جان مکین در کلیسای جامعه شهر واشنگتن با حضور شخصیت‌های سیاسی، نظامی و اعضای خانواده‌اش برگزار شد. هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین و مشاور ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری پیشین درباره ویتنام به خاطراتش در دوره‌ای که جان مکین زندانی سیاسی در ویتنام بود، سخن گفت. به نقش او در احیای روابط با ویتنام اشاره کرد. Our country has had the good fortune. کشور ما شانس خوبی داشت که در دوران‌های تعیین کننده شخصیت‌های سرنوشت ساز ظهور کردند که یادآور وحدت باشند و به ما برای تحقق ارزش‌هایمان الهام دهند. جان مکین یکی از آن هدایای سرنوشت ساز بود. تمرکز جان خلق آینده‌ای بهتر بود. در مقام سناتوری از احیای روابط با ویتنام حمایت کرد و به آن در روندی فراحزبی در دوران کلینتون تحقق بخشید. یکی از مبلغان آشتی با دشمن قبلیش شد. جان مکین پیشتر از جورج دبلیو بوش و باراک اوباما درخواست کرده بود در این مراسم سخنرانی کنند. جورج بوش از جان مکین به عنوان رقیب سیاسی یاد کرد که رابطه ایشان در طول زمان پیوندی دوستانه یافت. برخی شخصیت ها چنان زنده هستند که تصور مرگ آنها دشوار است. برخی صداها آنقدر رسا و متمایز هستند که تصور خاموشی آنها دشوار است. مردی که به ندرت آرام می نشست برای ابد در آرامش نشسته است. غیبت او به خوبی حس می شود مانند خاموشی پس از یک غرش بلند. من با جان رابطه شخصی داشتم. جنگ سیاسی سختی بین ما بود. در آن وقت او مرا عصبانی می‌کرد و می‌دانم او هم همین را درباره من می‌گفت، اما او مرا مرد بهتری کرد. در سال‌های اخیر اغلب درباره آن دوران صحبت می‌کردیم، مانند دو فوتبالیستی که یک مسابقه هیجان انگیز را به یاد می‌آورند. در طول سال‌ها رقابت بین ما از بین رفت. در آخر من از یکی از بهترین هدایا در زندگیم لذت بردم، آن هم دوستی با جان مکین بود. باراک اوباما در سخنانش گفت به رغم اختلاف نظرهای سیاسی با جان مکین، به او به عنوان شخصیتی فراحزبی که در پی ایجاد اتحاد بود احترام می‌گذارد. President Bush and I are among the fortunate few who competed against John at the highest levels of politics. من و پرزیدنت بوش در بالاترین سطح سیاسی با جان مکین رقابت کردیم. او ما را رؤسای جمهوری بهتری کرد، همان گونه که او سنا را بهتر کرد و همان گونه که او این کشور را بهتر کرد. او توانایی داشت که به اختلافات گذشته بنگرد تا نقاط مشترک را بیابد و در حقیقت من و جان بیشترین اختلاف نظرها را داشتیم. ما از نسل‌های متفاوت بودیم. مراسم خاکسپاری سناتور مکین فردا یک شنبه برگزار خواهد شد. یگانه رسباران، صدای آمریکا.